تسخیر خیابون با برافروختن آتش با شعارهای این آخرین پیام هدف کل نظامه مرگ بر خامنه ای نبردهای محل محور در سراسر شهرهای میهن گسترش پیدا کرده Ana soso, ndo soso soso. A na soso soso. A na soso soso. A na soso soso. A na soso soso. محمد آخوندی نامزد پیشین انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و یکی از چهره های کسیف و اصولگرا در ورزش و اقتصاد حکومت در توییتی از اعدام معترزین در ایران دفاع کرده و مدعی شده بخشش یکی از شاکیان دلیل کافی برای لغو اعدام نیست. محمد آخوندی حرومزاده این توییت رو در واکنش به خبر بخشش ماهان صدارت از محکومان اخیر اعتراضات توسط محمد رضا طلب شاکی خصوصی اون منتشر کرد قنبر طلب شاکی خصوصی ماهان صدارت در توییتی خطاب به دستگاه قضایی نوشته بود که آجزانه خواهان بخشش و توقف این حکم متهم هستیم. محمد آخوندی پوفیوز عضو کنونی شورای شهر تهران صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه وطن امروز عضو هیئت مدیره و معاون امور مالی و منابع انسانی بنیاد احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امامه که تیر ماه سال جاری برای حضور تو انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری کثیف اسلامی هم نام نویسی کرده بود. اون توی 26 سالگی از سوی محسن علی آبادی رئیس کثیف وقت سازمان تربیت بدنی به عنوان سخنگوی این سازمان معرفی شد. اون سال 93 به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به عضویت هیئت مدیره سایپا درآمد از محمد آخوندی حرومزاده به عنوان یکی از مشاوران حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دولت ابراهیم منحوس رئیسی هم نام میبرند روزنامه شرق در گزارشی خبر داد که تورم و فقر ناشی از اون موجب رواج معاوضه لوازم خونه و وسایل شخصی با مواد غذایی شده در این گزارش اومده که آگهی معاوضه کتونی با برنج و روغن توی اصفهان پیراهن 260 هزار تومانی با هر گونه مواد غذایی توی ارومیه معاوضه کتاب درسی فرزندان خونواده با مرغ توی تهران و معاوضه کفش زمستونی با حبوبات توی تهران تنها مواردی از آگهی های معاوضه لوازم منزل و شخصی با غذا مرکز آمار ایران هم خبر از عبور تورم غذا از نرخ تورم عمومی داده. بر اساس آمار منتشر شده توسط این مرکز تو آبان امسال نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی ها به حدود 68 درصد و نرخ تورم سالانه به 61 ممیز 3 درصد رسیده. آخرین بررسی های وزارت کثیف رفاه نشون میده که کالری دریافتی ایرانیان از سال 1390 تا 1398 روند کاهشی داشته و میزان متوسط کالری دریافتی ایرانیان به مقدار پایین تر از حد دقل کالوری کالری مورد نیاز یعنی 2100 کیلوگرم کالری در روز رسیده. طبق آمارها میزان سرانه کالری دریافتی ایرانیان از 2320 کیلوگرم کالری در سال 1390 به 1950 کیلوگرم کالری در روز طی سال 1398 رسیده. از طرفی بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی بانک جهانی ایران با دارا بودن تورم سالانه 81 درصدی مواد غذایی یکی از پایین ترین سطوح امنیت غذایی شهروندان در جهان داره. تازه ترین فهرست بانک جهانی نشون میده ایران تو رتبه ششم از نظر تورم اسمی مواد غذایی و در رتبه چهارم از نظر تورم واقعی مواد غذایی قرار داره. یکی از تاکتیک هایی که این روزها برای استمرار قیام استفاده میشه تاکتیک تظاهرات شبانه است تظاهرات شبانه زمان مورد استفاده قرار میگیره که به دلایل امنیتی امکان تظاهرات تو روز یا کم یا وجود نداشته باشه نکته مهم اینه که تاریکی شب تو جنگ شهری به نفع نیروهای مردمی و پشنه یا آشیل نیروهای سرکوبه این تاکتیک به خصوص وقتی کارایی بالایی پیدا میکنه که تو ظرف مناسبی به نام تشکیلات محل محور قرار داشته باشه و نقاط قوتش به این ترتیبه امکان نفوذ دشمن در میان نیروهای مردمی کاهش پیدا میکنه شناسایی لیدرها برای دشمن سخت میشه امکان تجمع برای نیروی مردمی فراهم میشه زمان و مکان تظاهرات و یا رویارویی با دشمن رو نیروهای مردمی تعیین میکنن لذا برتری تاکتیکی داره جابجایی امن برای نیروهای مردمی سهل و ساده میشه امکان بکارگیری تاکتیک های جنگ و گریز از جمله کمینگذاری برای به دام انداختن دشمن فراهم میشه جابجایی دشمن تو زمین ناشناخته سخت و پرهزینه میشه دشمن برای کنترل این کانونهای شورش مجبور با نیروهای زیادی جابجا جا بشه در نتیجه با کمبود و فرسودگی نیرو مواجه میشه قدرت مانور دشمن به شدت کاهش پیدا میکنه به دلیل تاریکی هوا دوربین های مراقبتی کارایی چندان تو شناسایی افراد ندارن نقطه ضعف این تاکتیک در اینه که بیشکل و سازمان نیافته باشه در این صورت دشمن میتونه در پایان هر تظاهرات یا تجمعی برای نیروها کمین بذاره و اونها رو دستگیر کنه لذا ضروریه که لیدرها و سازماندهان قیام به چند نکته توجه کنن همچنان تظاهرات شبانه و محل محور رو به عنوان موفق روش استمرار قیام تو دستور کارشون قرار بدن تاکتیک دیگه هم که این روزا مطرح میشه نباید این روش موفق و تحت شوها قرار بده برای سازماندهی مکان و زمان از همان اطلاع رسانی محل محور بهره بگیرین. ممکن همه نقاط اطلاع رسانی به سبک اکباتان تهران یا چیتگر ممکن نباشه اما همه محلات تهران و شهرستان ها این حداقل آشنایی بین جوون ها هست که به صورت حقیقی یا مجازی زمان و مکان شکلی تجمع رو به هم اطلاع بدن برای اینکه تو برگشت و یا پایان تظاهرات ضربه نخورین به صورت جمعی و تیمی حرکت کنین و از قبل آمادگی حمله نیروی سرکوب رو داشته باشین و در صورت حمله شما هم تهاجم کنین تا امکان دستگیری شما رو نداشته باشن قطعا پیروزی با ماست